بادنجان رومی یا گوجه فرنگی چرا گلریز میشه و گلهایشان به این حالت خشک میشه و میریزه و اصلا دیگه حاصل نمیگیره؟ اگر میخواین علتش بفهمین و راهی ای که بفهمین چگونه گلها را نگهداری کرده و با میوه تبدیل کنین، حتما ویدیو رو تا آخر ببینید. درود به تو دوست خوبم، قربان آزاد هستم و خوش آمدین به کانال یوتیوب باغبان آزاد. دوستای خوب من، در این قسمت ما دو تجربه کاملا متفاوت را در یک بوجی یا یک گونی انجام دادیم. خیلی جالب هست و این را میخواستم همراه شما به اشتراک بگذارم که شما باید بفهمین و این خیلی مهم هست. گپ یه از دوستای خوب من که ما در قسمت اول این خوشه های بادنجان رومی را که میبینین بسیار سرخ کرده و آماده برداشت هست را، تمام برگ هایی که از این قسمت پایین قرار داره همه را قطع کردیم و هیچ برگ نماندیم، یعنی حتی این یک دانه را ماندیم که این هم باید قطع میشد و حتی این برگ هم باید قطع میشد. خب از قسمت رنگ زدگی به پایین دیگه هیچ برگی نباید باشه. خب باز برعکس، این نبات دیگه ای که در اینجا قرار داره ما برگهاش قطع نکردیم، برگهاش سالم هست، شما ببینین حتی در حالت خشک شدن هست. و این که ما برگهاش قطع نکردیم نتیجهش چی هست؟ نتیجهش به این نتیجه میرسیم که شما ببینین گلهاش در حالت ریزش هست و اصلا دیگه تصمیم نداره که دیگه گل برای خود نگه داره و تولیدات جدید رو به وجود بیاره. شما ببینین همه گلها، فکر کنین که کدام حشره اینا رو قطع کرده، اینا هیچ مشکلی ندارن، فقط مشکلشان اینمی هست که شما هر وقت بادنجان رومی خواستین بکارین، برگ هایی که در حالت زرد شدن هست و نزدیک او بادنجان رومی که در حال رنگ گرفتن هست، تمام برگ ها باید به شکل اینی بوته که ما در اینجا داریم باید قطع شوه تا اینکه شما ای را دیدین. دوستای خوب من که در کل گلهایشان قطع شده و در حال از بین رفتن هست و اصلا هر قدر رشد میکنه باز هم گل ریز میشه، ولی این نبات دیگه ای که در اینجا قرار داره خب بسیار رشد خوب هم داره و سکرهای جانبی هم تولید کرده. اگر ما گلهای ای را در نظر بگیریم اصلا همه ایشان در حالت رشد کردن هست و ببینید در این قسمت گلهای جدیدی را که برآمده همه ایشان گل هست و قرار هست که به میوه تبدیل شه و هیچ میوه‌ریز یا گلریزی هم نشده. ایره ما به خاطر از این همراه شما به اشتراک گذاشتم که دو نبات در داخل یک، یعنی به اصطلاح گلدان یا بوجی یا کیسه پلاستیکی، با یک آب، با یک خاک، با یک آب و هوا، ولی فقط قطع کردن برگ به این قدر تأثیر داره که یکیش یعنی میوه ها گل هاشون میریزه و دیگهش گل هاشون نمیریزه. فقط علتش یعنی قطع کردن و قطع شدگی برگ های پیر هست، یعنی اگر شما برگ ها را قطع نکنین گیاه فکر میکنه که من پیر شدم و فصل خزان هست، بهتر است همون مقدار میوه ای که دارم به پختگی برسانم و باقی مانده گل هایی که به وجود میاره باید اونا را از بین ببرم و دیگر نگه نباید بدارم. از اون لحاظ شما باید ایره خیلی متوجه باشید. و حالا به خاطر از اینکه ما بتونیم گلهای جدیدی که در آینده در حالت تشکیل شدن هست، در این قسمت بالا شما ببینید دوست خوب من که این گلها را بتونن نگه داره و گلبری یا ریزش گل به وجود نیاره، ما شما باید چیکار کنیم؟ در همین زمان فعلی باید برگهای زردی که در این قسمت وجود داره اینا را همه را باید قطع کنیم. برگ زردی دیگه در این قسمت نباید وجود داشته باشه تا اینکه گیاه احساس کنه که ما دوباره جوان شدیم و بتونه خود را، میوه های خود را دوباره نگه داره و به همون حالت اولیه‌ای که بود قرار داده شوه و میوه های جدید تولید کنه. اینا خیلی مهم است. شما هر وقت که میخواین مثلا یک بادنجان رومی خیلی خوبی تولید کنین، فقط یک تقسیم اوقات بر خود جور کنین، یعنی تقسیم اوقات قسمی باشه که هفته دو تا از این برگ ها را شما باید قطع کنین تا اینکه بتونین یک نتیجه خوبی بگیرین. اگر مثلا این رقم به حالتی که ما ماندیم اگر شما بمانین، نتیجه میگیرین که یعنی به شکلی ما نبات شما گلریز میشه. و حالا هم ما به این نتیجه رسیدیم که برگ های زردی که در این قسمت بود ما قطع کردیم، حتما در قسمت بالا گل ها دیگر نمیرزه، چون ما در این گیاه دیگه
امتحان کردیم، در این گیاه شما ببینین واقعا نتیجه خوبی گرفتیم. و حالا هم اگر قرار باشه ما دو برگ قطع کنیم، یعنی این برگ باید قطع شوه و برگ دیگه هم باید قطع شوه تا اینکه اینا بتونه درست حسابی رشد درست حسابی داشته باشه. و باید این سکر که در اینجا میبینین یا پاجوش یا تنجوش اینا هم باید قطع شوه تا اینکه غذای اضافی، مواد اضافی، انرژی اضافی را نباید اینا به خود جذب کنه. اینا به درد ما شما نمیخورن، باید کاملا قطع شوه. و بعدش اینی خوشه های جدیدی که میبینین اینها در حال تشکیل شدن هست. تشکر دوستای خوب من که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودین. باز هم اگر خواستین ویدیوهای جدید رو ببینین یا در مورد کاشت و پرورش بادنجان رومی یا گوجه فرنگی داخل بوجی های پلاستیکی بدانین، حتما داخل کانال شوین. در اونجا ما تمام آموزش ها از کاشت تا برداشت اینا را برای شما فراهم کرده، میتونین ببینین و یاد بگیرین. تا ویدیوی دیگر شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم.